از نمایشگاه اولین بیش از 14,000 نفر دوستداران کتاب بازدید کردند. در این حال در نمایشگاه دوم بین المللی کتاب دوشنبه نمایندگان و ناشران 19 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری خلقی خطای، هندوستان، ژاپن، پاکستان، ترکیه، روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدوا شرکت می‌ورزند. چون سال گذشته، این سال نیز در این ایام گلشکفت طبیعت برگزار نمودن نمایشگاه بین المللی کتاب از تحکیم و گسترش روابط فرهنگی کشور صاحب استقلال تاجیکستان با کشورهای با ما دوست و قرین و برادر درک می دهد. دوستان عزیز، حاضرین گرامی، به همگان معلوم است که کتاب بهترین آفریده تفکر و تخیل انسانی، مقدسترین نعمت معنوی می باشد که جهان معنوی هر شخص را غنی می گرداند. محض کتاب است که ما و شما دانش خود را افزون، عقل و ذکاوتمان را صیقل می دهیم. عید هر یکی ما و شماست. یک کتاب خوب همیشه عید خاندان است، یک کتاب خوب عید مردم است، عید خلق است و مردم تاجیک که از قدیم الایام کتاب را مقدس می شمردند، کتاب را هزاران سال پیش مردم تاجیک، مردم فارسی زبان، مردم ایرانی تبار کتاب را آنقدر مقدس می شماریدند که کتاب را در زیر بالین کودک در گهواره می موندند، زیرا گمان داشتند که کتاب مقدس از همه خطرها کودک را نگاه می دارد. کتاب را همراه خود به راه‌های دور می گرفتند، چون که باور داشتند که آنجایی که کتاب است یکون سیاهی نیست و مثل تومار کتاب انسان را حفظ میکند، نگهبانی میکند. سفیر و نماینده فوق‌العاده جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، افتخار میکنم که بگویم یکی از زمینه‌های بسیار پر حجم در مناسبات بین ایران و تاجیکستان به موضوع فرهنگ عموماً و کتاب اختصاصاً تعلق دارد. نمایشگاه 25 کتاب تهران با عنوان ربع قرن جهاد فرهنگی که در هفته گذشته به پایان رسید، 140 نفر از اندیشمندان، نویسندگان، شاعران، ادیبان و فرهنگیان تاجیکستان را میزبان بود و این اولین و بیشترین تعداد شرکت کننده از یک کشور بود و حق هم این بود، چرا که ایران و تاجیکستان کشورهای برادر، دوست و به تعبیر رئیس جمهور محترم تاجیکستان جناب آقای امام علی رحمان دارای ارتباط استراتژیک با یکدیگر هستند.